وساتن غواړي بیا رغوان غواړي لاس راوړ بارم ران پالان غواړي غم د ځان د پکار پکار د غم د هیواد غم د ځان د پکار پکار د غم د هیواد زخمی زخمی وجود خاطر ملن افغانستان د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو د فرهنګي میراثونو د خبرونې خوږو مینهوالو په سلامونو مو هرکلی کوم په دې هیله چې تر دې دمه راته روغ او جوړ یاستئ دوستانو د فرهنګي میراثونو دا مستند پروګرام مو درته په لرغوني تخار ولایت کې ای خانوم ته ځانګړی کړی دی دوستانو په دې مستند پروګرام کې به تاسو سره د ای خانوم په اړه هغه تاریخي معلومات شریک کړو د خبرونې په دویم برخه کې به تاسو سره د ای خانوم په دغه خارګوټي کې چې کوم ساختمان و اوس سره پاتې دي هغه په اړه به تاسو سره معلومات شریک کړو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به له تاسو سره اړین وړاندیزونه شریک کړو ای خانم یکی از اسکندریه های اسکندر مقدونی هست یا یکی از مراکز بسیار مهم نظامی و استراتژیک دوران اسکندر مقدونی است که شهر در 250 قبل از میلاد در زمان تشکیل دولت یونان باختری ها تأسیس شد گرچه شهر نسبت به اسکندر میتن مال تاسیس و بنیانگذاری از این شهر یکی از جنرال های از این به نام کنیاس است این شهر تاسیس کرده در ملتقای دریای آمو و کوکچه و این شهر اهمیتش برای ایجادش این بوده که در سر راه ابریشم یا راه کاروانروی ابریشم قرار داشته و از این خاطر از نگاه تجارتی، از نگاه استراتژیکی، از نگاه نظامی اهمیت فوق العاده داشته و این شهر در سال 250 قبل از میلاد ایجاد، تأسیس و هنری که اینجا به کار رفته هنر گریک بودیک است یعنی یک مدنیتی که از آثار از توسط یا روی هنر یونانی و به ابتکار و خلاقیت مردمی از این سرزمین یا باشنده های بومی از این سرزمین که در اینجا زندگی میکردن تشکیل یافته به او خاطر این هنر به نام هنر گریکو باختر یا هنر یونان باختری یادش میاد خانم یک منطقه باستانی و تاریخی منطقه دشت قلعه است که در لب دریای آمو قرار داره همون نقطه ای که دریای کوکچه با دریای آمو یک جا می شود
و دریای آمو بالاخره سرحدی طولانی بین تاجیکستان و افغانستان را تشکیل میده. فعلا ما در این نقطه قرار داریم و کوههای تاجیکستان هم در دست چپ ما قرار داره که دیده میشوه و این منطقه منطقه آیخانیم است که تقریبا 2000 سال پیش از امروز این منطقه بنا به گفته تاریخ مردمانی که از اسکندر یونانی بوده در این مناطق آمده که فتوحاتی داشته که در تاریخ درج است و بالاخره از این منطقه رفته به طرف سمرقند و بخارا و جهانکشایی کرده که در تاریخ کسایی که اهل مطالعه هستند میدانند و بعدا همین نقطه بنا به گفته تاریخ نگاران برای از اون معقول شده. اینجا یک شهرکی ساخته. این شهرک که ما فعلا بسیار آثار کمی از این را که تقریبا از بین رفته هنوز هم میبینیم بعد از 2300 سال و 400 سال تقریبا. در مورد روایت ها هنوز اتفاق نظر وجود نداره، ولی اسکندر مقدونی خودش در این شهر نیامده و با کسی هم در این شهر ازدواج نکرده. ازدواج در افغانستان صورت گرفته به نام با دختری به نام رخشانه یا رخسانه هست، ولی این که روایت تاریخی نشان بده که اینجا ازدواج صورت گرفته باشم ایتو نیست. ما قبلا هم یادآوری کردیم این توسط یکی از جنرال های دولت یونان باختری به نام کنیاس این شهر تاسیس و ایجاد شده، اما نامی از این امروز به نام آی خانم یا مقبانو یا مهتاب دختر یاد میشه یا مهتاب خانم یاد میشه و احتمالا در گذشته نام دیگه بوده باشه، ولی امروز اما قریه ای که در اینجا وجود داره به نام قریه آی خانم است. قدامت آی خانم برمیگرده به دوره اسکندر مقدونی که آقای مقدونی اینجا بر ترتیب یک بستر و پایگاه و جایگاه برای خود ساخت. به مو ترتیبی بیش از 2000-2500 سال قدامت تاریخی داره. البته به می ترتیب در دوره در شرایط های زمان های تاریخی که بالاخره تمدن ها یا حاکمان محل که شکل میگرفته به عنوان یک بستر جای محل حکم روایی تانوی قرار گرفته. به مو ترتیب البته ما میفهمیم که بالاخره در گذشته ها حالا هرچی که ما به نام سکه میگیم یا زیورات منابعی که بالاخره از زیر زمین استخراج میکنن به نوی در اون شرایط ها بیشتر در اینجا بسترسازی شده بوده، بسیار یک منابع خیلی غنی بوده. دای غم دهی و زخمی زخمی وجودی خطر مالنا کار پر کار دای غم دهی و زخمی زخمی وجودی خطر مالنا فرهنگی میرسونو د مستند پروگرام خوږو دوستانو، تاسو د آی خانم د تاریخ د بخش معلومات مو ولیدل، په دې هیله چې د خوښي وړ مو ګرځېدلی وي. دوستانو، دا مهال زه د آی خانم خارګوټي په هغې برخه کې ولاړ یم، په کومه برخه کې چې دلته سرپوخ بازار شتون درلوده.
خو دوستانو اوس د دغه سرپوخ بازار یوازې دغه وران دیوالونه د دکانونو وران دیوالونه پاتې دي چې دغه دیوالونه د خامو خښتو څخه جوړ شوي دي او تر څنګ دغه د ستونونو پاتې برخې پاتې چې تاسو یې ګورئ نور داسې څه نه ترسره کیږي د دغه سرپوخ بازار د ساختمان دمارو ساختمان شهر یادآوری بکنم میگن که شهر دارای یک پلان بسیار منظم بوده و شما اگر به نقشه های اصلی سابقه از این نگاه بکنین واقعا معلوم میشه که این شهر زیبایی خاصی داشته و روی یک نقشه منظم و پلان شده کار صورت گرفته اینمی حالا که شما ما و شما که قرار داریم در موقعیتی که هستیم اینمی موقعیت یک ستونهای ازیر عملا شما میبینین اینا هم زیر ستونی دارن و هم سرستونی متاسفانه سرستونی های از اینا با شمول ستون های از بین برده شده و بردن اما زیر ستونی های از اینا که نتونستن هنوز هم آثار از این باقی است اینمی محل محل شهر سرپوشیده است این که در اینجا بازاری وجود داشته در کنار از اگر او طرف نگاه بکنین در او طرف راست از ایره اگر نگاه بکنین میبینین که قصر سلطنتی یا نظام شاه یا محل سکونت شاه در او موقعیت از قرار داره در پهلوی از جامنوزیه هم است در پهلوی از مکتب است در پهلوی از در بلندی از چند فاصله چند متر ارتفاع دیگه اونجا به نام ادوتوریم دارین در کنار در پایین تر از ادوتوریم از معبد از قرار داره یعنی هر چیزی از شهر کسایی که شهر اعمار کردن در جای بسیار مناسب در جای با موقعیت بسیار خاصی که از همدیگر فاصله منظم داشته باشه این ساختن به این خاطر این شهر شهری مثل شهرهای دیگه عادی واری نیستن این شهر شهر منظم است که خود همی کسایی که چیزی از پال بارنارد که در سال 1965 اینجا را که وقتی که حفریات میکرد او خودش یادآوری میکنه که من تعجب میمانم من حیرت میکنم که این شهر چطور یک شهری بسیار منظم و شهر خوب و پلان شده ای است که مرا به تعجب واداشت به این خاطر او آدم اینجا کار کرده و اینجا حفریات کرده و تمام این شهر واقعا یک نظم و یک پلان خاصی شهری را داشته اینجا ما میده بچه بودیم پدرمون آهنگری میکرد در شهر کوهن دشت قلعه یک شهر که کوچکی بود باز اونجا ما در مکتب صنف اول دوی مکتب بودیم آمد آمدی همه باستانشناس های فرانسوی ها شدن اینها با ایسا ایسا آمدن مردم ها هم دیدن با موترک های پخشک پخشک می آمدن خانمایشان بود و دیگر مرداشان بود اینا آمدن این مردم هم اینها را بسیار استقبال کردن باز اینها در اینجا یک تعداد مردم ها را گفتن که دیگر وطندارایی که از کابل خطیشان بودن اینها را گفتن که یک تعداد مردم ها را پیدا بکنین ما کارمند میگیریم کارگر میگیریم با اینها یک تعداد مردم ها را کارگر گرفتن این کارگرا قطعی از اینا در اینجا در کاوشکاری آی خانم کار میکردن یک سال و دو سال اینا به همین طور کار کردن در سالهای دویوم سوم باز اینجا شهرکی را آباد کردن شهرکی را آباد کردن خانه های چی را آوردن به حساب مثل کانتینر امروزانه و از این کده یک کمی عقی مانده تر این را شهرک جور کردن دیگه چیزی به یاد ما هست که اینها در کاوشگری از فلزها کار می گرفتن مثل کلن باشه و بل باشه و بعضی چیزهای دیگه هم همراهشان آورده بودن یا از کابل یا بعضی چیزها را اینجا می ساختن سری آهنگرا بعد از او یک خانم بود اونجا
باز می آمد برای همه قبلگاه ما می گفت که شما همه چیزهای ما را که می سازین یک اندازه باز تا آمدن ما باشین همه را آب بیاری نکنین. بعد از اون ما استاد میشین، ما میده بچه بودیم، همون دمک آینگری را چی میکنیم شور میدادیم. خب بیاد ما نسته باز اینا مبلند می آوردن، در اون زمان مبلند می آوردن، باز همون چیز که وسایل هایی که داشتن که همین بخاطر کاوشکاری همی را دمی مبلند آبیاری میکردن. دیگه اینها مردم هایی بودن که بسیار نهایت حلیم بودن، با می مردم سازکار داشتن. همه روز یکان روزهای تفریح و رخصتی شاند در قشلاق ها با مردم ها می رفتن. حتی من شاهد تو یک صحنه هستم که خانم های از اینا دمی توی و دیگان خوشی های مردم هم شریک می شدن، می رفتن، می ششتن اونجا یکان خنده می کردن. حتی ایت روزا هم شد که اکثری بچگک هایی که اینجا بودن که اونا فوت کردن، اینها با زبان های فرانسوی آشنا شدن که در اینجا زبان فرانسوی گم می زدن. که آله هم ممکن در یادگاری پیش یگان یگان مردم ها در سایت های تلفن باشه که سلام بایی میگفت و چند بچه ها بودن، اینا به زبان فرانسوی آشنا شده بودن. وقتایی که انز موی سفیدا هم قصه میکنن که وقتی ظاهر شاه می آمده در این مناطق برای در بهار در سیل می آمده، این مناطق می دیده چون شاه بوده مرزها را می دیده. وقتی که در این مناطق آمده اینجا در آی خانیم با موی سفیدا می ششته بوده، با موی سفیدا رفیق و دوست بوده. اینجا اربابا و موی سفیدا ما پرسان کردم، اونا برای ما قصه کردن. آجی محمد رضا مرحوم، دیگه بعضی آجی های صاحب های دیگه امروز در قید حیات نیستن. اونا پیش از او می آمده با اونا اختلاط میکده، این مناطق می آمده، مناطق از نزدیک می دیده، بسیار بلش دلچسب بوده برای ظاهر شاه. باز تا موی سفیدا قصه میکنن که یک روز ظاهر شاه در اون منطقه می آیه، در خانه از او همجا چای می خوره. باز پرسان میکنم یک قطعه سنگی که اینمی رقم سنگایی که فعلا هست، همین قسم چند دانه سنگ میبینه. باز پرسان میکنه که این سنگا را شما از کجا پیدا کردین؟ میگه این از همون پشت های خانی ما، از همین زمین های اطراف و اکناف ما پیدا میشوه. این بسیار شگفت زده میکنه ظاهر شاه را. و بعد از اون میگه از همین سنگا یکی از این را به من خواهی بتین، من قطعی میبرم. باز میگن کل اگه شب ببر، باز یک دانه سنگ میگیره در تیاره با خود میبره و خیلی چرت میزنه در اینجا. حتما آدمی رسیده ایرا با دانشمندا در جریان قرار میتا. و بعد سال بعدن به گفتی همین موی سفیدا که اونا عمری بالاتر دارن، بالاخره باستان شناسان فرانسوی در اینجا میآیند که تقریبا خودی من یاد میتم که در زمان داوود خان باستان شناسان فرانسوی آمده بودن، فامیل هایشان بود در اون پایینی طرف چشمه آی خانیم در اونجا خانه داشتن، در اینجا با یک شکل استاندارد و درست کار میکردن. چیزهایی که در تای خاک مدفون بود از زمان اسکندر یونانی اونا را بدر میکردن. و بالاخره حتی موی سفیدا مردم می آمدن همه روزه در اینجا چیزهایشان را به نمایش قرار می دادن، مجسمه ها، سنگ های تراشیده شده که با مثلا گلدار بود سنگ ها، خانه هایی که از زیر خاک برآمده بود، سفال ها، تمام این چیزها را اونا چیز می کردن، از زیر خاک کشیده بودن. من خورد بودم تقریبا سالهای 55-56 که مردم به تماشا می آمدن، ما هم می آمدیم. و بالاخره همه قسم ایت یک کار در وقتی از وا صورت گرفته بود که یک کار بسیار زیاد استاندارد و کار درست بود. در سال 1961 میلادی 1343 هجری شمسی این شهر افریاتش یا کارش آغاز شد. گرچه داستان های روایت از بسیار زیاد است که این شهر چطور
بازی یافت شد. اصلا هیچ کس تصورم نمیکرد که چنین یک مدنیتی از یونان باختری که در باستان شناسان در تلاش ازی بودند که ایره پیدا بکنند و تا دیر زمان ایره پیدا کردن نتانستند. ولی بالاخره شولنبرزه اولین باستان شناسی است که اینجا آمد، این شهر کمی از آثارش دیدن کرد، ولی پاول برنال در سال 1961 آمد حفاری را آغاز کرد تا 1978 یا 1957 که زمانی که می کودتای ثور در افغانستان صورت گرفت، در این وقت بود که حفاری یا حفریاتی از این شهر متوقف شد. قبل از او در همین مدت در ماهای خزان باستانشناسای فرانسوی می آوردن منظم این شهر حفاری میکردن و آثار زیادی از این شهر به دست آمده، تیکرها، سکه ها، مجسمه ها، کتیبه ها، گلدانی های تزئین شده، همه از اینا را منظم اینجا نگهداری میکرد. قسمتی را که قابل انتقال بود به موزیم ملی انتقال دادن و قابل انتقال نبود در اینجا نگهداری میشدن که متاسفانه در اثر جنگ هایی که با وقوع پیوست همه از اینا نابود شد و از بین رفت. دای غم دهی و زخمی زخمی وجودی خاطر مالنا پکار پکار دای غم دهی و زخمی زخمی وجودی خاطر مالنا تأسف باید بگویم که یک جفای بزرگی در حق تاریخ افغانستان صورت گرفت که نباید صورت میگرفت. ما این تاریخ ازیره که دولت یونان باختری هایی که در اینجا حکومت کردن در حدود 200 سال در این سرزمین حکمرانی داشتن، یعنی ما تاریخ 200 ساله خود پس پا زدیم در واقع با این کار. ولی حالا هم پیشنهاد میکنیم شاید آثار دیگه هم باقی مانده، با وجود از اینکه ویران به ویرانه تبدیل شده، به قبرستان سرباز تبدیل شده، سرباز منظورم حفر کردن، رهایش کردن. حالا هم از وزارت محترم اطلاعات فرهنگ امیدوار هستم که ایره پس دوباره یک کمی سرش کار صورت بگیره، هموارکاری صورت بگیره. هنوزم شاید یا چیزایی در دل از این خاک نهفته باشه، ایره حفاری منظم بکنه، از دستبرده های افراد غیر مسئول باید جلوگیری بکنه و میتونه که دو کار در اینجا با این صورت بگیره، هم به یکی از مناطق باستانی توریستی تبدیل شود، هم به یکی از مناطق باستانی که دوباره بخواهد که در مورد احیای تاریخ از این کار صورت بگیره. به نظر من بسیار کاری بهتر و خوبتر است، یعنی حفظ و حراست از این از مسئولیت های اولیه وزارت اطلاعات محترم اطلاعات فرهنگ باید باشد. هر ملت با تاریخش زنده است، زندگی ملت ها با تاریخش برای هر ملت با ارزش باید باشه. به این خاطر نگهداری از این تاریخ به نظر من بسیار برای مردم افغانستان اهمیت داشته باشه و این تاریخ باید زنده نگه داشته باشه. افغانستان وطن مشترک کلگی کسانی که در این سرزمین زندگی میکنند است. بالای تمام ساکنان این منطقه حق داره، همه ما و شما، چه قسمی که مردمان دیگر تاریخشان، فرهنگشان، کلتورشان برشان اهمیت داره، باید برای ما و شما هم اهمیت داشته باشه. این منطقه باید در قدم اول کسایی که در اینجا هستن، سرحدبان ها هستن، باید بسیار حفاظت بکنن. دیگر مردمی که هستن، مردم باید به دیده نیک به این منطقه بنگرن و یک مسئله تاریخی را در اینجا متوجه باشن که ما در اینجا داریم. دیگر در ضمنش از حکومت هم بیره خواهش میکنیم که در این مسئله باید توجه بسیار دقیق و درست بکنه. الحمدلله که فعلا آرامی شده، میشود که از این پس با یک کاری
درست و یک کار معقول همی منطقه به پیش برو. اگر در آینده کاوشگری ها هم شود، باید توسط متخصصین شود، توسط کسایی که در این امور اونها کار کردن، اونها تخصص دارن، نه توسط هر کسی دیگه، و این باید حفظ شود برای این منطقه آبادات ما، آبادات تاریخی ماست، باید حفظ شود و این را فرد فردی مردم افغانستان همه حق دارند، خاصتا کسایی که در اینجا مسئول هستند و کسایی که در محیط و منطقه زندگی میکنند، باید با جان و دلشان این فرهنگشان، این منطقهشان، این کلچر و به حساب منطقه ای که در اینجا وجود داره اینا را حفظ بکنند. این برشان گپی هست که باید دائما توجه در این مسئله داشته باشند، چه قسمی که مردم های کشورهای دیگه ای را بسیار اهمیت میتن رویش. گپی ما ای است که خب در هر جامعه هم زمامدار مسئولیت داره و هم شهروند. این دو پدیده لازم ملزوم هم دیگر است. اگر قرار شهروند با دولت هم کار نباشه، دولت با شهروند هم کار نباشه، من فکر میکنم که هیچ چیز به خوبی پیش نمیره. به من نسبت باوری ما، خواهش ما از مردم ملت ما ای است، بخصوص از دولت ما هم، که دقل در این قسمت و حفظ نگهداری برای از اینکه دقل سری منابع سرمایه گذاری شوه تا اینکه دیگه حفاری های غیر قانونی را اینا باید بند بکنند. در این قسمت بسیار توجه جدی از مردم ما را میخواییم که مردم ما را در این قسمت توجه لازم به خرج بدهند.